اشاره کردم به اینکه چرا فیلم با پرده سبز با در واقع با اون وضعیت به نمایش در اومد و دلیلش چی بود؟ اینکه این نسخه رو اینطوری نشون دادن کار بسیار غیر حرفه‌ایه. وقتی که جشنواره رو امنیتی می‌کنیم همینه، ما همه چیمون رو یه امنیتی می‌کنیم. مثلا یه جایی هم می‌خوام یه جایی بریم بالا دوباره امنیتی. بگی چه خبره آقا دو تا پله می‌خوام بریم بالا. کار بسیار خطا بوده، کار بسیار غیر حرفه‌ای بوده. کار خیانت در امانت بوده، برای اینکه یه موی سی دی دادیم خیلی ساله، برای بازمونی زیرش هم نوشته بوده فیلم خام بوده، نباید بلیط میفروختم. بس اصلا فستیوال، تو کدوم فستیوال این همه لیسانس میذارم؟ من خودم چندین بار داور بودم، سال دو سال قبل یه فیلم روز 18 هم رو بردم تحویل دادم. اینا تصمیم سیاست زده ای که یه سری جوون رو میارن جو زده میشن، اینو باور میکنن که یا به خاطر هنرمندی بسیارشون یا به خاطر تجربه عجیب و غریبشون یا نوابقی هستن که ما نمیشناسیم. حالا مثلا من خراب بشم، من که عمرمو کردم به درک، اصلا مهمی من کارم برای کشورم میکنم. خب به واسطه حالا فیزیکی که دارم و صورتی که دارم بیشتر نقشای منفی به من پیشنهاد میشه و صدا رو یادتون رفت؟ آره صدام که حالا خود داره. تو این سالا خب نقشای منفی زیاد بازی کردم، ولی پیشنهادم زیاد داشتم که رد کردم. خانم سحر جوزانی کسی دیگری بازی میکرد در این فیلم؟ نه، بهترین کسی که بازی میکرد سحر بود. و این سحر اون تو زمان دست میزنم بهش، به دخترم این بارمار ببرمش و از نظر من کاری که کرد از بلوغ که هم توی داره کار میکنه بهترین شخصیتی که میخورد. حتی عکس شما دارین که بهتر نشون میده. سپاس. من خیلی خوشحال میشم همیشه که در فیلم‌های پدرم باشم، واسه افتخارمه. شاید راجع به این نقش‌ها بیشتر بگم و به خود دقیق‌تر بدم راجع به لوکیشنی که دادگاه بود بخوام بگم که به شدت روی خود من هم تاثیر گذاشته بود. این دادگاه در سال 1329 همین لوکیشنی بود که شما توی فیلم بردارید، یعنی میزها همون میزه و صندلی ها تقریبا همونه، مکان همون مکانه. و این دادگاه سال 1329 در همین دادگاهی که شما توی فیلم دیدین اتفاق افتاد. مرسی. سلام عرض میکنم، خسته نباشید میگم به همه اهالی رسانه. منم خیلی خوشحالم که تو فیلم پدر شما بازی کردم. برای من باعث خوششانسی بود که بازی توی این نقش به من رسید و در طول زمان فیلم برداری 4 ماه 5 ماه طول کشید، من از لحظه به لحظهش لذت بردم، یاد گرفتم با چالش‌هایی که همیشه شاید توی کارنامه کاریم دلم می‌خواست مواجه بشم، مواجه شدم.